با سلام و درود. در این ویدیو قصد داریم شما رو در مورد مهاجرت تحصیلی و تحصیل رایگان در ایتالیا راهنمایی کنیم. لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و ما رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با ما همراه باشید. سرفصل‌های این ویدیو: اطلاعات کلی در مورد ایتالیا، مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا با ریزترین جزئیات، توضیحات این پروسه، بورس استانی، هزینه ها و کار دانشجویی. ایتالیا کشوری در جنوب قاره اروپا است که با جمعیت تقریباً 60 میلیون نفری خود، پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و 23مین کشور پرجمعیت دنیاست و زبان اصلی مردم این کشور ایتالیایی بوده و پایتخت آن شهر روم است. واحد پولی این کشور یورو می باشد. این کشور که از کشورهای حوزه شنگن بوده و دارای 3مین پاسپورت قدرتمند جهان است که مردم آن می توانند بدون نیاز به ویزا و یا با استفاده از ویزای آنلاین یا فرودگاهی به 187 کشور جهان سفر کنند. بعضی از مردم ایتالیا می توانند علاوه بر زبان اصلی به دلیل داشتن مرز مشترک با آلمان و فرانسه به این زبانها هم صحبت کنند. از جمله جاذبه های گردشگری ایتالیا می توان به کارناوال ها و کانال های ونیز، دریاچه کومو در 25 کیلومتری میلان، میدان اصلی شهر روم، کولوسئوم و کلیسای کاتولیک در شهر روم، برج کج پیزا در شهر پیزا، سیسیلی و ساحل جنوا اشاره کرد. از جمله دانشگاه‌های بسیار معتبر کشور ایتالیا می‌شود به دانشگاه میلان، پلی‌تکنیک میلان، پلی‌تکنیک تورین، دانشگاه تورین، دانشگاه بولونیا و ساپینزای شهر روم اشاره کرد. دانشگاه‌های این کشور در رشته‌های خاصی چون معماری، پزشکی و جراحی، هنر، علوم اجتماعی، تاریخ و بعضی از رشته‌های مهندسی از دانشگاه‌های بنام اروپا می‌باشند. لازم به ذکر است که تحصیل در این کشور به دو زبان ایتالیایی و انگلیسی امکان پذیر است. در این ویدیو قصد داریم شما رو در مورد تمامی مراحل راهنمایی کنیم. اما سوالی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که خودمون اقدام کنیم یا کارمون رو به مؤسسات بسپاریم. توصیه ما این است که تمامی کارهای مهاجرت تحصیلی رو خودتون انجام بدید و نیازی به هیچ گونه وکیل یا مؤسسه مهاجرتی ندارید. اغلب مؤسسات حتی با وجود اخذ مبالغ سنگین در مرحله اخذ پذیرش از دانشگاه یا سایر مراحل مرتکب اشتباه شده و روند مهاجرت شما رو به خطر میندازن. بنابراین توصیه میکنیم خودتون اداره امور رو بر عهده بگیرید. مدارک مورد نیاز سفارت برای پیش ثبت نام تحصیلی. اصل تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی به زبان فارسی و بدون نیاز به ترجمه. برای این مدرک ابتدا شما باید اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات 4 ساله دبیرستان رو به اداره آموزش و پرورش ناحیه ببرید و پس از گرفتن تاییدات مدارک ذکر شده رو به اداره آموزش و پرورش کل استان ببرید و مهرها و تاییدات لازم رو بگیرید. سپس با هماهنگی دارالترجمه و گرفتن کد دارالترجمه با مراجعه به پیشخوان دولت درخواست تاییدیه تحصیلی برای دیپلم و پیش دانشگاهی برای دارالترجمه یاد شده رو می دهید. ضمناً فراموش نکنید که این دو برگه تاییدیه تحصیلی ها رو در زمان تحویل گرفتن مدارکتون از دارالترجمه به صورت مهر شده توسط دارالترجمه دریافت کنید و به سفارت ارائه کنید. اما محض احتیاط شما میتونید با ارائه آدرس سفارت به دفتر پیشخوان درخواست تاییدیه تحصیلی مجزا برای سفارت کنید. اصل و ترجمه دیپلم و پیش دانشگاهی به زبان ایتالیایی. اصل و ترجمه ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی یا همون ریزنمرات 4 سال دبیرستان به زبان ایتالیایی. اصل و ترجمه مدرک کارشناسی و ریزنمرات 4 ساله برای متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد. اصل و ترجمه مدرک کارشناسی ارشد و ریزنمرات 2 ساله برای متقاضیان مقطع دکترا به زبان ایتالیایی.
اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی به زبان ایتالیایی، ارائه فوتوکپی از تمامی مدارک ذکر شده، هم ترجمه ها و هم فارسی، پرینت برگه انتخاب رشته در سایت universitali.it. اگر سایت با سال تحصیلی جدید همخوانی نداشته باشه، دانشجو موظفه که اقرارنامه ای رو به زبان انگلیسی یا ایتالیایی با توجه به زبان رشته تحصیلی تنظیم و امضا کرده و در اون نام درست رشته و دانشگاه منتخب رو ذکر کنه. کپی گذرنامه از صفحه اول با دست کم دو برگ سفید و حداقل 3 ماه اعتبار پس از تاریخ ترک حوزه شنگن. شرح کامل تمامی امتحانات گذرانده شده در دوره کارشناسی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی فقط برای دوره ارشد. اصل و کپی مدرک زبان. فرم A تکمیل و امضا شده. اگر کورس شما به زبان انگلیسیه، باید فرم رو به همین زبان هم پر کنید و اگر کورس شما به زبان ایتالیاییه، زبان تکمیل فرم هم باید به ایتالیایی باشه. 5 قطعه عکس 3.5x4 پشت‌نویسی شده. دقت داشته باشید که عکس‌ها طبق این نمونه‌های ارائه شده توسط سفارت باشد. مدارک مورد نیاز برای ویزا. متقاضیانی که قصد شرکت در آزمون پزشکی و جراحی کشور ایتالیا را دارند، با داشتن اختیار انتخاب سنتر آزمون در شهرهایی مثل استانبول یا دبی می توانند بدون درخواست ویزای ایتالیا در این شهرها در آزمون شرکت کنند و پس از قبولی مدارک ویزا را به سفارت ارائه دهند. اما کسانی که بخواهند در ایتالیا آزمون دهند باید در زمان پیش ثبت نام و ارائه مدارک تحصیلی به سفارت مدارک ویزا را هم ارائه کنند. تا سال 2018 برای کسانی که آزمون ورودی داشتند ویزای نوع C صادر می شد، به این صورت که باید بعد از آزمون به ایران برمیگشتند، ولی سال 2019 با ویزای نوع D می شد بعد از آزمون در ایتالیا موند و منتظر جواب آزمون شد. اما این روال برای سال 2020 هنوز مشخص نیست و باید دید آیا این ماجرا تکرار می شود یا خیر. فرم دی تکمیل و امضا شده با الساق عکس. 3 قطعه عکس 3.5x4 پشت‌نویسی شده. فوتوکپی مدرک زبان. کپی گذرنامه از صفحه اول با دست کم 2 برگ سفید و حداقل 3 ماه اعتبار پس از تاریخ ترک حوزه شنگن. رزرو بلیط هواپیما به نام متقاضی. ترم اول برای 15 الی 20 آگوست و ترم دوم برای بعد از 15 فوریه. ضمناً مقصد بلیط رزرو شده به میلان و روم قابل قبوله، حتی در صورتی که شهر دانشگاه شما این دو شهر نباشه. رزرو هتل در شهر دانشگاهی به نام فرد متقاضی برای 10 روز اول. ضمناً محل هتل باید نزدیک دانشگاه باشه. همچنین شما میتونید از سایت booking.com استفاده کنید. دقت داشته باشید که رزرو هتل و بلیط هواپیما صوری می باشد. پس صرفاً به هماهنگ بودن تاریخ و ساعت پرواز با تاریخ و ساعت ورود به هتل توجه کنید. یعنی نرخ پرواز و ایرلاین و مقدار بار مجاز نرخ هتل مهم نیست چون صوری هستند. گردش حساب 3 ماهه اخیر به نام فرد متقاضی یا یکی از والدین که منتهی به وقت سفارت یا شرکت باشد، به اضافه نامه تمکن مالی به نام فرد متقاضی یا یکی از والدین. اگر گردش حساب و تمکن به نام والدین باشد، نیاز است که ترجمه شناسنامه ایشان به زبان ایتالیایی یا انگلیسی نیز ارائه شود. 50 یورو وجه نقد برای تعرفه کنسولی و 21 یورو برای تعرفه شرکت CKGS. دقت کنید که پولها کاملا سالم باشند. متقاضیان آزمون آیمت اگر قصد شرکت در آزمون در سنتری به غیر از ایتالیا رو داشته باشند، در زمان پیش ثبت نام صرفاً 21 یورو هزینه شرکت CKGS رو پرداخت خواهند کرد و 50 یورو تعرفه کنسولی رو پس از قبولی و مراجعه به سفارت پرداخت می‌کنند. مهم، تمامی ترجمه ها باید رسمی و مهر وزارت امور خارجه رو دادگستری رو داشته باشند. مدرک زبان.
برای کورس‌های انگلیسی تنها مدرک مورد قبول سفارت آیلتس با حداقل نمره 6، تافل با حداقل نمره 78 و FCE با حداقل نمره 169 می باشد. و برای کورس‌های ایتالیایی سطح B1 یکی از آزمون‌های چلی یا چیلز و یا مدرک آزمون استرنی یا همون مدرسه ایتالیایی در تهران با حداقل نمره 160 مورد قبول است. توضیحات شماره 1. شرکت کاکس اند کینگز گلوبال سرویسز یا به اختصار CKGS سال 2019 از طرف سفارت ایتالیا در ایران مسئول تحویل گرفتن مدارک تحصیلی و ویزا شد، به این صورت که مدارک ذکر شده رو با اخذ وقت از این شرکت و مراجعه به شرکت در وقت تعیین شده رو تحویل می‌دادند و در صورت کامل بودن مدارک با تعیین وقت مصاحبه سفارت از طرف شرکت به کنسولگری ایتالیا مراجعه می‌کردند. شما در زمان مراجعه به شرکت یا سفارت باید از یک رشته و دانشگاه پذیرش قطعی داشته باشید و نامه پذیرش رو تحویل دهید. شما میتونید در چند دانشگاه به صورت همزمان اپلای کنید، اما در مرحله آخر میتوانید فقط نامه پذیرش یکی از رشته ها رو با خودتون به سفارت ببرید و اخلاقا موظف هستید انصراف خودتون رو از سایر رشته ها به دانشگاه اعلام کنید. شما میتونید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته، دانشگاه، شهر، هزینه ها و مدارک مورد نیاز برای اپلای و کسب اطلاع از زمان شروع و پایان پذیرش به سایت دانشگاه های ایتالیا مراجعه کنید. شما همچنین میتونید با استفاده از گروه های تلگرامی مورد تایید تحصیل در ایتالیا که لینک اونها در کپشن موجوده سوالات و ابهامات خودتون رو برطرف کنید و بدون نیاز به هیچ گونه وکیل یا مؤسسه پروسه خودتون رو پیش ببرید. از اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت به احتمال زیاد سایت شرکت یا کنسولگری برای گرفتن وقت باز خواهد شد و تا اواخر تیر این پروسه ادامه خواهد داشت. اما از آنجایی که مدرک زبان در روز مراجعه به شرکت یا کنسولگری از مهمترین مدارک خواسته شده است و تعداد زیادی از متقاضی‌ها مدرک خودشون رو به صورت دقیقه 90 می‌گیرند و یا تأخیر مترجمان در تحویل مدارک متقاضی‌ها، سایت سفارت در اواخر بازه زمانی یاد شده به شدت شلوغ می‌شود و متأسفانه هر سال تعداد کثیری از دانشجوها موفق به گرفتن وقت نمی‌شن. بنابراین توصیه ما اینه که تا قبل از عید مدارک زبان و مدارک ترجمه شده خودتون رو آماده داشته باشید تا به مشکل بر نخورید. شما مدارک ترجمه شده تحصیلی رو در زمان اپلای نیاز خواهید داشت. بنابراین در مورد ددلاین اپلای برای دانشگاه وسواس به خرج بدید و مدارکتون رو به موقع ترجمه کنید. بعضی دانشگاه ها در زمان اپلای از شما مدرک زبان میخوان و بعضی از اونها تا زمان مراجعه شما به کنسولگری برای آپلود مدرک زبان وقت میدن و بعضیشون در زمان ثبت نام اصلی و حضوری در دانشگاه این مدرک رو میخوان. پس به این موضوع دقت داشته باشید و برای گرفتن مدرک زبان به موقع اقدام کنید. شماره 3. روال کلی کار. اخذ مدرک زبان، ترجمه مدارک، اخذ پذیرش. داوطلبانی که آزمون ورودی دارند به پذیرش نیازی ندارند و صرفاً اقرارنامه‌ای را به زبان انگلیسی یا ایتالیایی تنظیم و امضا می‌کنند و به شرکت یا کنسولگری تحویل می‌دهند. گرفتن وقت از شرکت یا کنسولگری که به محض مشخص شدن روند در همین کانال به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. تحویل مدارک یاد شده به این نهاد. ترجمه مدارک لازم برای بورسیه استانی، تحویل گرفتن ویزا و شرکت در آزمون ورودی در صورت شامل شدن. توضیحات شماره 2. در سال 2019 روند تحویل ویزا توسط کنسولگری و شرکت بسیار بیشتر از سالهای قبل طول کشید، به طوری که اغلب متقاضی ها پروازهای خودشون رو قبل از 5 سپتامبر کنسل کردند.
کنسولگری ایتالیا در سال 2019 با حساسیت و سختگیری خیلی بیشتری نسبت به سالهای قبل عمل کرد، علل خصوص نسبت به دانش زبان و واقعی بودن گردش حساب و مناسب بودن تمکن. حساب شما باید گردشی منطقی داشته باشه، از خرید کارت شارژ گرفته تا خریدهای زیر 20 میلیون تومان رو با حساب مورد نظر انجام بدید و موجودی حسابتون رو به تدریج بالا ببرید و واریزی و برداشتی سنگین که ترجیحاً بالای 15 میلیون تومان باشه نداشته باشید. میزان تمکن مالی مشخصی وجود ندارد، اما 100 میلیون عدد مناسبی است. البته لازم به ذکره که عده‌ای هم بودند که با 50 میلیون تومان تمکن مالی هم ویزا گرفتند و عده‌ای با موجودی بالای 2 میلیارد به مشکل خوردن. پس حسابی مراقب باشید که حساب شما منطقی باشه. و در مورد زبان، در زمان مصاحبه کنسولگری صرف نظر از نمره مدرک زبان شما، دانش زبان شما مورد ارزیابی قرار میگیره و این حساسیت برای افرادی که کورس اونها ایتالیاییه بیشتر میباشد. پس سعی کنید حسابی خودتون رو آماده نگه دارید. 4. بورسیه استانی. این بورس به مسائل مختلفی بستگی داره، اما در حالت کلی میشه گفت مقدار اون سالانه 5200 یورو میباشد. برای این بورسیه شما میبایست ابتدا با مراجعه به بندوی استان مورد نظر مدارک لازم از قبیل فیش حقوقی، اقرارنامه، اجارنامه یا سند منزل و گواهی یورویی رو آماده و به زبان ایتالیایی ترجمه کنید و به تایید سفارت ایتالیا در تهران برسونید. ضمناً در مواردی امکان تایید مدارک بورسیه در کنسولگری ایران در شهر میلان نیز وجود دارد، بدین صورت که دانشجویان دانشگاه‌های شهر تورین و میلان نیازی به تایید سفارت ایتالیا ندارند و میتونن تاییدات مدارک بورس رو در کنسولگری ایران بگیرند. ضمن اینکه گواهی یورویی رو باید از بانک مرکزی واقع در بلوار میرداماد تهران اخذ کنید. مبلغ کلی این بورسیه به دو بخش هزینه خوابگاه و هزینه های معیشتی تقسیم می شود، بدین صورت که تقریباً 3000 یورو از اون به عنوان هزینه خوابگاه به شما پرداخت می شه و مابقی به عنوان کمک هزینه معیشتی به حساب شما واریز می شه. اگر اسم شما در لیست افرادی که برنده خوابگاه شدند باشد، هزینه خوابگاه از مقدار کل بورس کم شده و مابقی اون به حساب شما در دو قسط واریز خواهد شد. اما اگر برای خوابگاه کال نشوید، هزینه آن به علاوه هزینه اسکالرشیپ به حساب شما واریز خواهد شد. در واقع شما اگر در خوابگاهی که متعلق به اداره بورسیه استانی است زندگی کنید، تقریباً 2200 یورو دریافت خواهید کرد و در غیر این صورت کل مبلغ بورس در دو قسط به حسابتان واریز خواهد شد. برای اخذ بورسیه شما باید مدارک مورد نیاز رو تا ددلاین مشخص شده به اداره بورسیه استان خود برسونید. اما لازم است بدانید پرداخت این مبلغ تضمینی نیست. در مواردی دیده شده که به علت کمبود بودجه این مبلغ به دانشجویان پرداخت نشده یا از مقدار اون کاسته شده است. علاوه بر این شما موظف هستید که تعدادی واحد مشخص رو در هر ترم یا در هر سال تحصیلی پاس کنید. مثلا سال اول 30 واحد، سال دوم 80 واحد و الی آخر. و اگر موفق نشوید این واحدها رو پاس کنید، سال آینده بورسیه رو از دست خواهید داد و در مواردی امکان بازپسگیری مبالغی که قبلا به شما پرداخت شده نیز وجود دارد. شماره 5. هزینه ها. شهریه دانشگاه. شما با ارائه مدارک مورد نیاز هر استان به اداره کف یک عدد ایزه میگیرید و از آنجایی که عدد ایزه ما ایرانی ها به خاطر ارزش ریال پایین می باشد، در اکثر دانشجوها میزان شهریه دانشگاه می توان گفت که به صفر می رسد و یا تخفیف زیادی شامل دانشجو شده و میزان شهریه به زیر 100 یا 200 یورو می رسد. اما شما در اولین ترم تحصیل می بایست که قسط اول شهریه خود رو در زمان ثبت نام دانشگاه پرداخت کنید، که البته این مقدار پس از چند ماه و بعد از اینکه شما
برنده بورس استانی شدید، با کسر مالیات به حساب شما باز خواهد گشت و دیگر پولی بابت شهریه پرداخت نمی کنید. هزینه های زندگی. در ایتالیا شما می توانید یک خانه کامل اجاره کنید با هزینه تقریباً 1000 یورو یا بالاتر، یا می توانید یک اتاق سینگل یا همون تک نفره با هزینه 250 الا 500 یورو که بستگی به شهر محل زندگی شما دارد اجاره کنید، یا با هزینه پایین تر از 150 الا 250 یورو یک تخت در یک اتاق دو نفره اجاره کنید. البته باید هزینه یک الا دو ماه اجاره رو به عنوان پول پیش پرداخت کنید. به علاوه اگر خانه آل اینکلودد نباشد، باید ماهانه 15 الا 100 یورو هزینه قبوض رو پرداخت کنید. شما باید سالانه مبلغی در حدود 150 یورو بابت بیمه و 90 یورو هزینه کارت اقامت پرداخت کنید. هزینه اینترنت 10 الا 30 یورو به صورت ماهانه، شارژ سیم کارت حدوداً 10 یورو به صورت ماهانه، رفت و آمد نزدیک 300 یورو سالانه، خورد و خوراک 100 الا 250 یورو ماهانه، هزینه هر وعده غذا در منسا یا همون سلف 1 الا 3 یورو و اگر خودتان آشپزی کنید این هزینه به ماهانه 70 الا 150 یورو کاهش پیدا خواهد کرد. هزینه تفریحات سالم، مسافرت، باشگاه ورزشی رو می توان در حدود 50 الا بالاتر در نظر گرفت. اما نکته اصلی در شهری که در اون زندگی می کنید و سبک زندگی شماست. هزینه های زندگی کاملا به خودتون بستگی داره. اگر اهل رستوران رفتن باشید، هزینه های بالاتری خواهید داشت. اما به طور میانگین می توان با ماهانه 500 یورو زندگی کرد. شهرهایی مثل میلان و روم گرانتر از بقیه شهرها هستند. شماره 5. کار دانشجویی. شما به عنوان دانشجو در ایتالیا می توانید 20 ساعت در هفته شغل پاره وقت داشته باشید. اما پیدا کردن کار در ایتالیا به هیچ عنوان آسان نیست. شما باید به زبان ایتالیایی تسلط نسبتاً خوبی داشته باشید و در غیر این صورت پیدا کردن کار امری به شدت سخت خواهد بود. ضمن اینکه ایتالیا به لحاظ اقتصادی کشور قوی محسوب نمی شود. بنابراین حتی در صورت کار کردن حقوق شما به طور میانگین ساعتی 3 الا 5 یورو خواهد بود. عموم کارهای دانشجویی به صورت شغلهای خدماتی مانند کار در رستوران یا غیره است و یافتن شغلی متناسب با رشته یا تخصص خودتان بسیار سخت است. ضمناً یافتن شغل به شهر شما نیز بستگی دارد و قطعاً کار پیدا کردن در شهرهایی مانند میلان یا روم راحت تر از شهرهای کوچکتر است.